خاک پاک ایران پادشاهی، عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما همیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور. بیننده این برنامه از رستاخیز سیمرغ هستید، به صورت لایو یا در آینده از سایر کانال های رسمی رستاخیز سیمرغ در تلگرام، یوتیوب، اینستاگرام این برنامه رو مشاهده خواهید کرد. در 21 شهریور ماه 2580 شاهنشاهی با دوستان عزیزم جناب دکتر سروش مهراد و جناب قاسمی در پیشگاه شما همیهنان عزیز هستیم تا برنامه‌ای که پریروز به صورت نیمه تموم شد تکمیلش کنیم و در خدمتتون باشیم برای بیان موارد تکمیلی. در ابتدای برنامه میرم سراغ دوستان عزیزم جناب سروش مهراد. درود بر شما. درود بر شما کدوان کمالپور گرامی و همچنین کدوان قاسمی گرامی. درود میگویم به همه همتباران، همزبانان در هر کجای این جهان پهناور که هستند، به ویژه در ایران شهر بزرگ تاریخی. آرزوی تندرستی و شادی دارم براشون و همچنین آرزوی دلارامی دارم برای همه کسانی که خیشاوندانشان، دلبندانشان، دوستانشون رو در پی بیماری کرونا از دست دادن و گناه این شمار از کشتار از ایرانیان به گردن جمهوری اسلامی عبری عربی است، چون نژاد کشی تعریف های گوناگون دارد. شما اگر یک حتی گروهی رو ببرید به جایی و نه شکنجه بکنید نه بکشید، در جایی نگه دارید، اجازه ندید که آب بنوشند و خوراک بخورند و بمیرند، به هدف کشتن اونها این کار رو بکنید یا از کشته شدن اونها بهره برداری بکنید در راستای خواستهای خودتون یا آرمانهای خودتون، این نامش رو میذارن نژادکشی. پس کاری که جمهوری اسلامی عبری عربی در کشور ما کرده نام دیگری جز نژادکشی ندارد. سپاسگزارم. بله جناب قاسمی، درود بر شما. درود به شما جناب کمالپور و دکتر مهراد عزیز. درود به همه دوستانی که الان برنامه رو به صورت لایو توی فیسبوک میبینن و عزیزانی که بعداً برنامه ضبط شده رو توی تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و جاهای دیگه میبینن. سپاسگزار میشم دوستانی که توی لایو هستن، به خاطر اینکه فیسبوک دیگه به قول معروف گند داستانش رو درآورده و به شدت محدود، یعنی عملاً بسته صفحات پادشاهی خواهان مبارزان رو. لطف کنن دوستان تا اونجایی که ممکنه برنامه رو توی گروه ها شیر کنید، توی پیامگیر مسنجر برای دوستانتون بفرستید تا دوستان بیشتری به جمع بینندگان ما به قول معروف ببینن. بریم جناب کام، بریم سراغ ادامه برنامه. دوستان رو منتظر نذاریم به نظر تا مطلب بسته برسیم. دوستان همونطوری که پیروز در خدمتون بودیم یه سری مطالب و خدمت شما ارائه دادیم. اگر اجازه بدین جناب دکتر سروش مهراد در حدود 4-5 دقیقه یه خلاصه بحثی رو از جلسه گذشته پیروز ارائه بدن به صورت فشرده MP3 تا بریم برسیم به سراغ برنامه امروز و فاز تکمیلی. جناب دکتر مهراد شما آمادگی دارید؟ بله بله، خواهش میکنم. زحمت بکشید، سپاسگزار میشم. خواهش میکنم، پیشکاری منه. همیهنان گرامی، اگر از بیننده برنامه دو روز پیش بوده باشید 100% به یاد دارید و به ویژه برای اون دسته از همیهنانی که برنامه دو روز پیش رو ندیدن، ما کمی به ماهیت BBC و اینکه یک بنگاه سخنپراکنی آیت الله BBC شاخه آگهی کننده یا تبلیغاتی MI6 یا MI6 و وزارت امور خارجه انگلیس است، به سرپرست پیشین بخش فارسیش صادق سبا اشاره کردیم و همچنین به روزیتا لطفی که سرپرست کنونی بخش فارسی BBC هستش و شوهرش داریوش کریمی که گرداننده و مجری برنامه پرگار هستش. به اینها ما پرداختیم، شما میتونید بدون رو در اون بخش ببینید. سپس یک برنامه‌ای زیر نام بررسی ناسیونالیسم قومی و رویدادهایی که در شهر نقده پیش اومده ما برای شما آغاز کردیم. بخش به بخش اون برنامه رو که 54 دقیقه است بخش تا دقیقه 26مش به شما نشون دادیم، 26 و 48 ثانیه، و من و کدوان کمالپور گرامی و کدوان قاسمی گرامی اون بخش ها رو برای شما تحلیل کردیم. اشاره شد، بذارید من این موارد چون کمی گسترده است من اشاره بکنم. جا اندازی BBC پیرامون
درباره یک واژه‌ای به نام ناسیونالیسم قومی که برای شما توضیح دادیم چیزی به نام ناسیونالیسم قومی وجود نداره، نامش ارتجاع قوم پرستی و عشیره پرستی و طایفه بازی است، ریشش درست به پیش از جمهوری اسلامی عبری عربی میرسد، ریشه در MI6 یا MI6 دارد، در کاگبه دارد، اینها که دشمنان ملت ایران بودن، انگلستان و روسیه، و حدود دو سوم کشور ما را در 200 سال گذشته تجزیه کردند، که این در نوع خودش بی پیشینه یا بی همانند و بی سابقه است در جهان که کشوری رو در گذر 200 سال شما حدود نزدیک به 60% رو تجزیه بکنید. اون این هم برای کسانی میگویم، همچنان که دوستان در رستاخیز همیشه به درستی میگویند، که برای کسانی که میگویند نه به امید خدا که گربه است و ایران تجزیه نخواهد شد، نه، ایران با آگاهی من و شما، با همبستگی من و شما، با همکاری میهن پرستان هواداران پادشاهی، بله، نگهبانانی خواهد داشت که برایش جان خواهند داد. اما اگر شوربختانه مانند برخی از هممیهنان که تنها در فضای مجازی فعالیت دارند و بسیار خوشبین هستند، یا پوزش میخواهم بی ادبی نشود، از روی ناآگاهی فریب این گروه و اون دسته و اون حزب‌های ایران ستیز رو میخورند، یا فریب برخی از سایبری های جمهوری اسلامی عبری عربی یا سایبری های پارسیدان موساد و میت ترکیه و MI6 یا MI6 رو میخورند، نه، اگر این گونه باشد ما روزهای بسیار سختی در پیش خواهیم داشت، کشورمان را تکه پاره خواهند کرد با مأموریتی که جمهوری اسلامی عبری عربی در این 43 سال گذشته در ایجاد دشمنی میان تیره های ایرانی و ایرانیان داشته و انجام داده تا کنون، بر نه تنها جوی بلکه رودخانه از خون ایرانیان روان خواهد شد. دو مهمان این برنامه پرگار بی بی سی داشت و دارد که امروز هم از دقیقه 26 به بعد به شما توضیح خواهیم داد. ماشالله رزمی، یک مرتجع چپ وابسته به گروهک تروریستی فدائیان خلق و که چند سالی است تبدیل شده است به یک هیولای پانترک، یک ایران ستیز، یک تجزیه طلب، یک راسیست عشیره پرست مرتجع قومگرا و مزدور میت ترکیه و سینه چاک اطلاعات سپاه و همچنین موساد، این برادران ریشه‌ای و مکتبی، و همچنین در طرف مقابل یک پانکورد رو نشوندند، آقای سعید شمس، که این هم همکار ماشالله رزمی بوده است در گروهک تروریستی فدائیان خلق که علیه ملت ایران و دولت پادشاهی شاهنشاهی کار میکردن، دست به عملیات تروریستی میزدن. سعید شمس هم مانند همپالکیش و هم پیاله خودش ماشالله رزمی در گروهک تروریستی فدائیان خلق پس از شورش 57 و اون مأموریتی که برای بدبخت کردن و آغاز شکنجه و کشتار و به قهقرا بردن ملت ایران داشتن رو به انجام رسوندن در سال 57، در زمان شورش 57 پوست اندازی میکنه و این بار آلوده به بیماری پانکوردیسم است، یعنی راسیسم پانکوردی، تجزیه طلب، تروریست، و از کسانی است که میبینید در این برنامه دست به توجیه مبارزات مسلحانه میزند، ماست مالی میکند، دروغ پردازی میکند. و بسیار هم جالب است، در دو روز پیش هم به شما گفتیم که اگه دقت بفرمایید به واژه این مجری پرگار بی بی سی داریوش کریمی که آموزش دیده MI6 یا MI6 و شوهر روزیتا لطفی که اون هم آموزش دیده دانشگاه لندن و همچنین سرویس های اطلاعاتی امنیتی انگلستان هستش، روزیتا لطفی سرپرست بخش پارسی بی بی سی، و این دوتا فرد رو بردن جلوی همدیگه نشوندن. مجری که نقش محلل رو داره، خیلی تلاش داره که یک پایه‌ای بشود این برنامه برای اینکه پانکوردها و پانکوردهای تجزیه طلب اینها بتونن بر سر یک میز بنشینند و بیشتر با هم گفتگو بکنن، اختلافاتشون رو حل بکنند، و بهانه این جریان آشتی کنان و که محللش داریوش کریمی مجری برگار بی بی سیز روی دادید که چند هفته پیش در شهر نقده افتاد، همین کینه ورزی هایی که ریشه در پانکوردیسم و پانترکیسم دارد و در 40 خورده ای سال پیش صدها کشته و زخمی و هزاران آواره در شهر نقده به دلیل درگیری پانترکا و پانکوردها بر جای گذاشته است که در این برنامه بهش پرداخته شد، اشاره شد به
مسئله نادر قاضی پور که در حوادث 41 دو سال پیش نقده دست داشته، تایید شده از سوی شورای نگهبان، یکی دو دوره نماینده مجلس بوده از ارومیه، فردی بسیار بسیار تندرو و ایران ستیز و آدمکش که به گواهی خودش سر می بریده است و تیرباران می کرده، و حسنی امام جمعه ارومیه که در حوادث نقده در کردکشی دست داشته به همراه نادر قاضی پور و به همراه حزب خلق مسلمان آیت الله سید کاظم شریعت مداری، پدر حسن شریعت مداری معروف به حسن صدقه خور که یک پانترک اسلامگرای ایران ستیز تجزیه طلب که اکنون سرپرست شورای گزار است که هممیهنان به درستی نامش را شورای گراز گذاشتن، پوزش میخواد. و این چکیده‌ای بود از اون برنامه که دو روز پیش ما داشتیم. و همچنین بجاست که من اینجا هم اشاره بکنم، هممیهنان گرامی پروانه بدهید، درباره خلق مسلمان به یک مسئله خوب دقت بکنید. حزب خلق مسلمان در 22 اسفند 1157 تشکیل میشه و در 16 دی ماه 1158 منحل میشه. رهبرش هم آیت الله سید کاظم شریعت مداری است که خیلی تلاش کردند در این سالها بگویند این آقا با ولایت فقیه مخالف بوده است، این آقا روشناندیش بوده است. به گواهی مأمور بلندپایه موساد برندا شیفر که مادر امروز یکی از مادرخونده های پانترکیسم است، مأمور موساده، استاد دانشگاه است در اسرائیل، یک صهیونیست تندرو ایران ستیز و هوادار تجزیه ایران در خطوط قومی است، از باس میت ترکیه و دولت اران با نام جعلی جمهوری آذربایجان در ارتباط است، حتی از دولت و شرکت نفت باکو حقوق همیشه دریافت کرده و میکند. دقت به این تاریخ ها بکنید. اسفند 57 حزب خلق مسلمان تشکیل میشود و در دیماه 58 منحل میشه. این یکی از دلایلی که تا امروز اینا رو برای شما نمیگویند، دلایل تشکیل حزب خلق مسلمان از دید من این بود که در 30 بهمن 57 به رهبری دکتر اینا الان مربوط به برنامه قبل فکر کنم اینا دیگه مربوط به امروزه. نه اینا مربوط به برنامه پیشینه. یک دقیقه مونده من اینو جمع‌بندی کنم بریم رو برنامه. سپاسگزارم. و این حزب خلق مسلمان تاریخ تشکیل و انحلالش رو گفتم. و قاسملو، آقای قاسملو، عبدالرحمن قاسملو، فعال چپ و در واقع رهبر حزب دموکرات کردستان، دستور میده با رهبریش و برنامه ریزیش به پادگان مهاباد حمله میکنن، دست به کشتار و ایجاد روب و وحشت میزنن. 36,000 اسلحه رو و افزون بر این شماری تانک و خودروهای زرهی و توپ رو اینها می دزدند، راهزنی در واقع می کنند. و در حال کشورگشایی در خاک ایران بوده است این آقای قاسملو که خیلی ها تلاش دارن این رو هم یک چهره دیگری بهش بدن، به این عبدالرحمن قاسملو، تروریست پانکورد و چپگرا، چپ مغز، مرتجع چپ. و اینها در 30 بهمن، دقت بکنید، یعنی تقریبا 22 روز پس از این کاری که عبدالرحمن قاسملو میکنه، در پاسخ به این فعالیتش، پانترک هایی که خودشون رو پشت نقاب اسلامگرایی پنهان کرده بودن، چون پانترک ها هم اسلامگران هم راسیستن و اسلام رو یکی از نخهای تسبیح وحدت تیره های ترک زبان و ترک تبار می دانن. و ولی خب چهره بخش پانترکیشون رو زیر بخش اسلامگرایی که در 57 بازارش داغ بود پنهان کرده بودند. و در واکنش به این کار قاسملو از دید من حزب خلق مسلمان رو تشکیل میدن. و در 31 فروردین 58 هم که به رهبری قاسملو و دیگر سران حزب تروریستی دموکرات کردستان، یک رژه 5000 تنی مسلحانه در شهر نقده اینها به راه میاندازن، درگیری به وجود میاد، مردم کوچه و خیابان رو از هممیهنان کرد و آذری ما رو به رگبار میبندن، هر دو گروه، زن و بچه و مغازه‌دار و رهگذر خیابون رو به گلوله میبندن، هزاران تن از اون شهر آواره میشن، فرار میکنن. و حزب خلق مسلمان که امروز این آقا جست آقای حسن صدقه خور، سید حسن شریعت مداری، جست دموکرات به خودش گرفته است و
ایران رو به 13 بخش قومی تقسیم کرده. برای خویشاوندای مادری منم که قشقایی هستن، کشور سیار یعنی متحرک قشقایی درست کرده است. این آقا و همپالکیاشون به رهبری سید کاظم شریعت مداری، آیت الله سید کاظم شریعت مداری، در کشتار کردها، هممیهنان کرد ما در نقده دست داشتن و گروه های پانکورد هم در کشتار هممیهنان آذری ماست. اینجاست که ما به شما میگوییم هممیهنان گرامی، اینها فریب این دار و دسته ها رو نخورید. هیچ حزب قومی نباید در ایران اجازه فعالیت داشته باشد. نتیجهش می شود همین چیزی که در 41 دو سال گذشته در نقده روی داد، همین چیزی که در چند هفته پیش در نقده روی داد که بر پایه خاکسترهایی که از 41 دو سال پیش بر جای مونده بود، دیدیم که دوباره پانکورد ها کردکشی به راه انداختن و پانکورد ها هم برنامه ریزی برای پاسخ دادن به پانتورکا، و قاتلی هم که دستگیر شد بر روی پیراهن خودش نشان درفش ترکیه رو داشت. سپاسگزارم. و این رو هم بگویم، فردی مانند آقای میرزا علی بدلی یا بدلی، اینو من دقیق تلفظش رو به یاد ندارم، 11 تن از اعضای خانواده ایشون رو پانکوردا سر بریدن، و همچنین آقای زیبا کلام، صادق زیبا کلام، اون زمان که امروز ادای روشناندیشان رو در می آورد، از سوی بازرگان به عنوان نماینده بازرگان می رود به ارومیه، و هممیهنان کرد زبان ما رو که از نقده به ارومیه گریخته بودن قانع می کنه که همه چیز خوب است، گل و بلبل است، به نقده برگردین، و در نقده هم خلخالی منتظرشان بوده. از زمانی که برگشتن بخشیشون رو گرفتن، شکنجه کردن، به زندان انداختن و شماری رو هم اعدام کردن که در میان اعدام شدگان یک پیرمرد 74-5 ساله بود. سپاسگزارم کدوان. ما تا دقیقه 26 و 48 نشون دادیم. شما سخنانتون رو بفرمایید. خواهش میکنم، من صحبتی ندارم. اگه سعید جان شما صحبتی دارید بگید، اگر نه که بریم سراغ ویدیوها. نه، بریم سراغ برنامه. خواهش میکنم، از 26 و 48 دقیقه تا 34 و 37 دقیقه. تبعیض‌های همه جانبه است که یه 42 سال گذشته و علت شروعش مخالفت آذربایجانی ها با ولایت فقیه بوده. بله آقای شمس، به موضوع توسعه نیافتگی دیر یا زود در این بحث باید میرسیدیم. وضعیت مناطق مرزی آذربایجان غربی، جاهایی مثل نقده، پیرانشهر چیه و این چقدر مؤثر روی خشونت هایی که ازش صحبت میکنیم؟ ببینید، من آقای کریمی خیلی موافق شروع شما هستم. واقعا من اینجا نه نماینده کردها دارم، نمیخوام اصلاح چیز کنم، و موضع من موضع همه فعالین مدنی آذری و کرد نقده است. بیانیه هایی که دادن واقعا 100% که ما تلاش کنیم جلوی این فاجعه رو بگیریم، انفجار رو، و در کوتاه مدت. ولی متاسفانه چیزایی گفته میشه مجبوری. مثلا قاسملو منفور بوده. خب قاسملو نفر دوم بوده برای مجلس خبرگان در آذربایجان غربی در تابستان، یعنی 3 ماه بعد از جنگ نقده. اگر قاسملویی که مسبب جنگ نقده اینقدر منفور بوده، تو رای مجلس خبرگان در آذربایجان آورده؟ حالا کار ندارم، راه ندارم، توجه کردی؟ یا ایشون میگن اصلا پانترکیز نید. اوکی، یه فوتبالیستی یه موضع علی افرین گرفته، تمام استودیوم میگه مرگ بر کرد. پس این چیه؟ حالا من کار ندارم اون چقدر درست بوده، من اصلا بحثی ندارم، شایدم واردیم، ولی بلا چرا مرگ بر کرد؟ چرا مرگ بر مثلا اولا مرد چرا؟ ولی کرد واقعی ملتی و جدا دیدن. منظور اینه ایشون اصلا نفی میکنن که یک گرایشات پانترکیستی که مبناش زدیت با کرد وجود داشته. این از این نظر. اما از این که از این نظر که 100% 100% اصلا بخشی شکست جمهوری اسلامی در منطقه، در همه منطقه و از جمله در آذربایجان غربی که هم منطقه حاصل خیزیه واقعا، و هم مسئولینش کاملا نالایقن، و به قول شما جوانای آذربایجان چه کرد چه آذربایجانی دقیقه 34 دقیقه و 37 ثانیه، و طبیعی هست که
در همچین وضعیت همه رژیم ها دنبال بلاگردان میگردن، میدونی؟ یعنی در شهری مثل نقده وقتی مسئولین آذری هستن و این مشکلات هست، بلاگردان اون اقلیتی است که اونجاست. الان در نقده اینقدر ناامنی هست که در اورژانس میرن با قمه به مردم حمله میکنن، میدونی؟ مردم به سپاه پاسداران فرق نمیکنه آذری و کرد پناه میبرن، کسی نیست یاد چطور. این نقطه مهمیه، میگید مردم به سپاه پاسداران پناه میبرن. اتفاقا توی این اطلاعیه‌ای که بزرگان محلی منطقه دارن، چه کرد دادن، چه کردها، چه ترک‌ها، گفته شده بود که از نهادهای امنیتی، دستگاه‌های امنیتی می‌خوایم که بیان و امنیت رو حفظ کنن. در خارج از کشور شماری از فعالین سیاسی اومدن انتقاد کردن، گفتن که شما از دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی می‌خواید که بیان امنیت رو حفظ کنن. ولی اون بزرگان محلی حتما یک بله. یعنی فکر میکنید کار درستی کردن دیگه؟ بله بله، صد درصد. احزاب کردی هم جهت اطلاعشون کاملا پشتیبان بیانیه بودن، یک دونه حزب کردی نبوده مخالفت کنه، همه راه حل ها پشتیبانی کردن علارغم و تأمین امنیت و جانب سپاه و نیروی حمایت کردن از این بیانیه‌ای که چیز دادن. بذارید ببینم آقای رزمی نظرش میکنه. من هم از اعلانیه ها گفتم حمایت میکنم و آذربایجانی ها همه تایید کردن. ایشون جوناز تیوی یا تلویزیون آذربایجانی ها را متهم به حمایت از پانتورچیز میکردن. تلویزیون آذربایجان جوناز تیوی که 17 سالی که فعالیت داشته یه خط مشخصی داشته و مخالف پانتورچیز هم هست، ولی از بسیار همیشه این تبعیض ستیزی را، این ظلم ستیزی را پیش برده. ولی تلویزیون های کردستان عراق روداو دائما تبلیغ کردها و نمایندگان کرد و فعالیت های کرد در ایران میکنه. حالا چندین تلویزیون خود احزاب کردی هم دارن. ایشون حزب دموکرات را قدیمی ترین حزب معرفی کردن، آره، ولی این نمیتواند اعتباری برای اون داشته باشه. بله. اسمش دموکرات، ولی فکر میکنید کلی. بله. به نظر من، حالا نمیخوام برم روی جزئیات، ولی به طور کلی احزابی که ریشه طایفه‌ای دارن، عشیره‌ای دارن، مانع رشد جامعه، مانع رشد منطقه، مانع رشد مردم هستن در اونجا، نمیتواند به اون مردم افتخار محسوب کنه. احزابی که قومی هستند همیشه چنین خواهند بود. من مثلا در ناسیونالیسم ترک نام‌های بزرگی رو میتونم به خاطر بیارم، مثل امین رسولزاده. بله. درست میگم؟ درست. امین رسولزاده. رسولزاده. بله، که بعد از انقلاب بلشویکی در روسیه در واقع اومد و یک حرکت میشه گفت فوق‌العاده محبوبی رو در منطقه راه انداخت و دولت هم تشکیل داد. درست. در منطقه آذربایجان که به دلایلی به حال ناکام بود. آیا این سنت دموکراتیک، البته ممکنه کسایی پیدا بشن به من بگن که امین رسولزاده دموکرات نبود در اون زمان، ولی بلی یک سنتی که خواستای اولیه بشری رو نمایندگی میکنه از جمله حق تعیین سرنوشت، این ادامه پیدا کرده و به حرکت‌های هویت طلبانه و ناسیونالیستی امروز رسیده یا نه این حرکت‌های ناسیونالیستی امروز نه متأثر از فقط شرایط منطقه، شرایط جهانی خیلی پوپولیستی، خیلی دگرستیز شدن. من نمیگم این سو یا اون سو، در هر سو. من در مورد شروع به اصطلاح ناسیونالیسم کردی یا ترک آذربایجانی، نظرم اینه که ناسیونالیسم کردی ریشه مذهبی داره. اساسا کردها شافعی مذهب هستن و قبل از اینکه در قرن 19 هم ایده ناسیونالیسم دولت ملت در میان ملل منطقه رایج بشه، مبارزات کرده ها رنج مذهبی داشت. شیخ عبدالله حرکتش یه حرکت مذهبیه، در حالی که آذربایجانی ها همونطور که شما رسولزاده را مثال زدین، حرکت آذربایجانی ها مدنی بوده، در مشروطیت هم همچنین بوده و کشیده به کاملا خط غیر مذهبی و در مراحلی غیر مذهبی بکنم، برای این که ما غیر مذهبی غیر دموکرات هم داریم. آیا این خط دموکراسی خواه ادامه پیدا کرده، خطی که به همزیستی بیشتر اعتبار میده و همزیستی رو ارتقا میده؟ تا یک صد سال گذشته اینطوری بوده،
یعنی این که حال حاضر چه در انقلاب مشروطه در جنبش خیابانی که دموکرات بود اصلا بله. اسم حزب شیخ محمد خیابانی فرقه دموکرات بود در دوران پیشوری همچنین بوده و ادامه پیدا کرد. من فکر میکنم الان مثلا شهر تبریز را اگر بخوایم به عنوان معیار در نظر بگیریم، در شهر تبریز فعالین مدنی 99% آدم های 100% دموکراتی هستن. من میتوانم به قول معروف فعالین مدنی هویت طلب منظورتونه، شما هویت طلب میدونم، من همون به اصطلاح تبعیض ستیز میگم که همین امروز اونها از حقوق همه از جمله کردها دفاع میکنن. در شهر تبریز محله باغ معروف محله کردها هست، هیچ کسی به اونها نمیگه بالای چشم تبریز و راحت زندگی میکنه. فاکتور تاریخی بله دوستان، خیلی جالبه اینکه هر کسی از واژه تجزیه طلبی رو برای خودش تغییر میده و یه چیزی میگه و سعی میکنه اونم توی اذهان عمومی تزریق بکنه. قبلا تجزیه طلب بودن، بعد شدن جدایی طلب، حالا میگن هویت طلب. اینم که رزمی هم میگه که مخالف تبعیض ستیز. بعد سوال داریوش کریمی خیلی جالبه که حالا به یک شکلی اینا حق تعیین سرنوشت میخواد. حق تعیین سرنوشت یعنی چی برای یه منطقه؟ حق تعیین سرنوشت برای چی؟ رزمی برمیگرده میگه از زمان قدیم مثلا محمد امین رسولزاده یا میر جعفر پیشوری و اینا رو نگاه کنید، اینا به دنبال حقوق مدنی بودن، نه تنها برای خودشون بلکه برای کردها هم بودن. پس بقیه جامعه‌ای که در ایران دارن زندگی میکنن همه ی ملت هستن، اونا چی؟ جمهوری اسلامی که اومده حق همه رو پایمال کرده، اونا آدم نیستن؟ اونا جزء اون کشور نیستن؟ فقط ترک‌ها و کردها فقط باید به حق اونها رسیدگی بشه؟ فقط جمهوری اسلامی در حق اونها تبعیض قائل شده نسبت به بقیه همه جا گل و بلبل بوده؟ و جالبه که در رابطه با بیانیه این درگیری که صورت گرفته و اومدن یک سری از احزاب کرد بیانیه دادن که سپاه بیاد امنیت اونجا رو حفظ بکنه، اون آقای پانکورد میگه که تمام احزاب کرد از این بیانیه حمایت کردن. رزمی هم میگه تمام آذری ها از این بیانیه حمایت کردن. یعنی چی؟ ببینید دوستان، احزاب کردی با جمهوری اسلامی مخالفن، مثلا در ظاهر آن چیزی که در رسانه ها در کانال های خودشون دارن صحبت میکنن. بعد یه دفعه خبردار میشیم همه که فرماندهان سپاه با سران این احزاب در نروژ کنفرانس جلسه گذاشتن. بعد از یک هفته هم تمام نقاط مختلف در اقلیم کردستان که اینها اونجا مخفی شده بودن و سپاه با توپ میزنه. خب دائما هم میگن جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. احزاب ترکیه هم دقیقا همینا رو میگن. بعد چطوری میشه که آدم از دشمنش بخواد که بیاد امنیت رو حفظ بکنه و ما از دشمن اون بخوایم که بیاد یک جایی رو برای ما کنترل بکنه و هممونم حمایتش بکنیم؟ مگه میشه؟ مگه یه بوم و دو هوا داریم؟ اگه شما دشمن هم دیگه هستین چرا ازشون کمک میخواید؟ اگر یک گروه کمک خواسته چرا بقیه حمایت کردید؟ اینجاست که معلوم میشه سر بزرگ این داستان زیر لاحاف هنوز که کسی نمیبینه که ما داریم میگیم بابا این تجزیه طلب ها، پان ترک ها، پان کرد ها، پان عرب ها، پان بلوچ ها، همشون خودشون از دل جمهوری اسلامی دارن خارج میشن، همشون سرشون توی آخره، فرقی ندارن اینا با هم دیگه. سعید جان اگه صحبتی دارید بفهمید. جناب قاسمی دکتر مطالبشو بگم. خواهش میکنم کدوان، اگر به یاد داشته باشید در برنامه پریروز ما به هممیهنان نشان دادیم که همین ماشالله رزمی پانترک تجزیه طلب میگه که مردمی که حتی از جمهوری اسلامی ناراحت بودن بدشون میومد، پس از این رویدادهای چند هفته پیش از ترس
یک هیولایی مانند این تروریستای پسمرگه پانکورد پناه بردن به سپاه و بسیج، رفتن اونجا همکاری کردن. اصلا اینم داره همین داستانو الان داره میگه برای بیانیه. بله بله. همینو داره میگه، یه همه حمایت کردن. چیزی که ما چند سال در رستاخیز بهش اشاره کردیم که آقا این ایجاد این درگیری ها و دامن زدن به مسائل عشیره طایفه‌ای، جمهوری اسلامی از این سود میبره. خودش اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی بی عربی و وزارت اطلاعات با اینها در پیوند، برخیشون رو آموزش داده، به بیرون از کشور فرستاده، شرایط رو در برخی از استانها اینطوری متشنج میکنه که مردم رو توی رقابت سیاسی عشیره‌ای بندازه که همیهن آذری بره به آذری تو نقد رأی بده، او همیهن کردمون بره به همزبان خودش رأی بده برای نمونه. خب اینها برنامه ریزی شده است بارها پیرامون این مسائل در استان خوزستان که زادگاه منه، در رستاخیز با شما گفتگو کردیم و پشتیبانی جمهوری اسلامی عبری عربی از پان عرب ها. بذارید من ببینم آیا اون بالاست، بعد نشونتون میدم. دعوت یه تروریست توابی مانند یوسف عزیزی بنی تروف به وزارت کشور در زمان خاتمی پیرامونه این، دو سه بار ما در رستاخیز این مطالب رو با شما در میون گذاشتیم. ببینید مجری اشاره میکنه به مسئله توسعه نیافتگی. خب توسعه نیافتگی امروز بیشتر جاهای ایران دچار این مسئله توسعه نیافتگی است. عادلانه پخش نشدن ثروت در میان همه هممیهنان، این مسئله قومی زبانی نمیشناسه، مسئله باند و دار و دسته و یه گروه مافیایی است به نام جمهوری اسلامی عبری عربی که دوستان هم در برنامه گذشته گفتند که زنگنه که پدر نفت و گاز ایران رو درآورده است با اون قراردادهای استعماری که با دیگران بسته، از هممیهنان کرد است. شمخانی که یک عرب زبان است، نادر قاضیپور و پزشکیان از پانتورکای معروف هستند و بسیار ایران ستیز. بسیاری از اینها از همه تیره های و بخش ها و شهر ها و استان های گوناگون ایران هستند. خب ولی برای ردگم کنی آمدن یه واژه‌ای درست کردن به نام دولت پانفارس جمهوری اسلامی که همه چی به جمهوری اسلامی میچسد جز این مسئله پانفارسیسم. اصلا چیزی به نام پانفارسیسم وجود ندارد و زایده توهم جمهوری اسلامی عبری عربی و اتاقهای فکرش و همین اراذل و اوباش تجزیه طلب تروریست است. آقای شمس میگوید موضع من فعالیت مدنی است که ما این رو به شما ثابت کردیم همینان که این دروغی بیش نیست. اینها همشون در درون خودشون چه آشکار چه پنهان، به گونه آشکار و پنهان باور به تروریسم و کشت و کشتار و جنگ مسلحانه دارد. میگوید که قاسملو منفور نبوده، قاسملو نفر دوم بوده برای مجلس خبرگان. خب از بدبختی و بیچارگی ما ایرانی هاست که بخش قابل توجهیمون سکوت کردیم، با توطئه موساد و CIA و MI6 و یا MI6 و سازمان اطلاعاتی امنیتی فرانسه و آلمان کشور ما رو برنامه ریزی کردن برای آوردن خمینی در کشور ما و ملت ایران رو به خاک سیاه نشوندن. ابزار درون کشوریشون هم همین اسلامگراها، یعنی ارتجاع سیاه و این اراذل اوباش چپ ارتجاع سرخ و همین تجزیه طلبان تروریست بودن. این از بدبختی ما ایرانیان در اون زمان بوده که یک کسی که در 30 بهمن 57 حمله میکنه به پادگان مهاباد، بعد در به قول گفتنی چند ماه بعد از اون در فروردین 58 اون درگیری های شهر نقده و کشت و کشتارها رو درش نقش داشته، یعنی عبدالرحمن قاسملو. این 3 ماه بعد از، یعنی اردیبهشت خرداد تیر، در تیر ماه آقا انتخاب میشه برای مجلس خبرگان یا خبرگان از ارومیه. این باعث بدبختی ماست. بعد میگه فوتبالیستی یه موضعی درباره افرین گرفته، همه ورزشگاه میگه مر بر کرد. آقای سعید شمس پانکرد تروریست تجزیه طلب، مگه هم میهنان پارسی زبان ما؟ من که زبان مادریم پارسی نیست، ولی زبان مادری من ترکی قشقایی است. ولی من یه پرسشی از شما دارم، مگه بارها و بارها این پانترک ها در ورزشگاه ها، چه در تبریز چه در تهران یا جای دیگه، شعار مرگ بر فارس سر دادن؟ خب که درستش پارسی میشه نه فارس،
چون فارس یا پارس نام یک منطقه است، حالا به هر روی مرگ بر فارس سر دادن. چرا شما اشاره آقای سعید شمس، شما مگه نمیگید من فعال فعالیت مدنی میکنم، من ضد تبعیضم، من نمیدانم چه این هستم آن هستم چه و چه، چرا اشاره هیچ کدومتون، چه شما چه مجری چه ماشالله رمزی دیوانه پانتورک، اشاره به مرگ بر فارس گفتن این پانکوردهایی که افسارشون دست اطلاعات سپاه بود نمی کنی آقای سعید شمس؟ چرا فقط مسئله که اون هم ما محکوم کردیم بارها در رستاخیز، به شدت هم محکوم کردیم مسئله شعار مرگ بر کرد رو که این پانتورک های ایران ستیز در ورزشگاه ها سر دادن، بارها و بارها بهش اشاره کردیم، تنها در ورزشگاه فوتبال نبوده، در یکی دو بارم در اون ورزشگاهی که مسابقات والیبال و بسکتبال بوده دست به همچین کار زشت و پلید و پلشتی زدن و ما همیشه محکوم کردیم. شما چرا اگر به انسانیت باور دارید و خودتون رو ایرانی میدونید که نمیدونید و همه مردم ایران رو دوست دارید که ندارید، چرا به این مسئله اشاره نمی‌کنید آقای سعید شمس؟ چرا اشاره به ستیز با زبان پارسی از سوی پانتورکا نمی‌کنید؟ فقط مسئله شخصی خودتون و گروهی خودتون رو مطرح میکنید و اشاره میکنه میگه جوانان کرد و ترک آینده ندارن، کار نیست. خب نه اینکه حالا هم میهنان گیلانی و مازندرانی و خراسانی و استان فارس و چه میدونم استان اصفهان و دیگران دارن در پول شنا میکنن و غلط میزنن، شما چرا اینقدر آلوده به ویروس پانکوردیست و اون کسی هم که روبروت نشسته ماشاءالله رزمی آلوده به ویروس پانتورکیسم هستید که اشاره به همه بدبختی همه ملت ایران نمی کنید. شما بعد نام خودتون رو گذاشتین تبعیض ستیز، چون رستاخیز بارها و بارها دست شما ایران ستیزان پلید آدمکش تروریست رو رو کرد در زمینه اینکه آلوده به ویروس ویروس راسیسم و شوونیسم هستین. شما هر بار رنگ مانند آفتاب پرست عوض میکنه، همچنان که کدمان کمالپور هم به درستی اشاره کردن تجزیه طلب، بعد میشه نمیدانم هوادار خودگردانی، هوادار فدرالیسم، هوادار نمیدانم سگ، هوادار گربه، هوادار نمیدانم شغال و کفتار، و الان هم که دیدید قافیه براتون تنگ آمده نام خودتون رو گذاشتید تبعیض ستیز. بعد آقای رزمی خیلی جالبه، آقای رزمی اشاره میکند به که این هم میگه همچنان که کدوان کمالپور گفت و شما هم در برنامه شنیدید که بله من تبعیض ستیز هستم، و اشاره به شبکه تروریستی پانتورکیستی گوناستیوی میکنه که ما امروز در بخش فرتورها یا عکسها کمی به این گوناستیوی میپردازیم. آقای احمد اوبالی سرپرستشه، آموزش دیده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین از کسانی که با میت و CIA در ارتباطه، در شیکاگو این شبکه رو 17 ساله به راه انداخته، تنها کارش هم پول گرفتن از جمهوری اسلامی و از چه میدونم موساد و هر جا که پول بده. کلا ایشون یه شخصیت جالبی داره، هم از توبره میخوره هم از آخر، یعنی هر کی پول بده ایشون اونجا براش قش میکنه و سینه خیز میره، هم چه اطلاعات سپاه باشه که اصلا سرپرستی تراکتور سازی که هوادارانش همه جا مرگ بر نمیدونم پارس و مرگ بر کرد و اینها سر میدادن، و چه موساد اسرائیل باشه، چه میت ترکیه باشه، چه میدونم دوزخدره امنیتی باکو باشد، چه CIA باشد، MI6 باشد. در یکی دوتا برنامه هم که من ازش دیدم که در پیرامون اسرائیل صحبت میکنه، میگه ما با اسرائیل در ارتباطیم، بسیار هم اسرائیل رو دوست داریم، باش همکاری میکنیم، و سخنش رو با شالوم به مدینت اسرائیل، یعنی درود به کشور اسرائیل آغاز میکنه. من کاری به مردم اسرائیل ندارم، مردم اسرائیل هم بارها در رستاخیز گفتیم بخش قابل توجهشون قربانی سیاست‌های صهیونیستی دولت راسیست اسرائیل هستن. و رزمی خیلی جالبه، خود رزمی عشیره پرست اشاره میکنه به طور کلی احزابی که ریشه عشیره‌ای و طایفه‌ای دارن مخالف رشد و پیشرفت منطقه هستن، چیزی که ما بارها بازم میگویم در رستاخیز بهش اشاره کردیم که همین احزاب تروریستی عشیره‌ای و طایفه‌ای مانند همون بلایی که بارزانی‌ها سر کردستان عراق آوردن، بخشای کردنشین عراق، و برای خودش یه فرمانروایی و یک سلطان خونه را انداخته، همونو اینا میخوان
با الگو برداری از اونجا بیان در ایران پیاده بکنن و همچنین دار و دسته پانتورکا. خیلی جالبه به این نکته اشاره بکنید، به این نکته توجه بکنید که من اشاره میکنم. هم میهنان گرامی، مجری میگه من این مجری داریوش کریمی مأمور MI6 یا MI6، من در میان ناسیونالیسم ترکی نامهای بزرگی مانند امین رسولزاده رو به یاد میارم. خب شما خیلی بیجا میکنی که یه پانکورد ایران پانتورک ایران ستیز رو به یاد میاری که بعد از انقلاب بلشویکی در روسیه آمد و حرکت فوق‌العاده محبوبی رو به راه انداخت، دولت تشکیل داد. برخی ممکنه بگن که رسولزاده دموکرات نبود، ولی به هر حال یک سنتی که خواستهای اولیه بشری رو نمایندگی میکنه، از جمله حق تعیین سرنوشت، ادامه پیدا کرده و به حرکت‌های هویت طلبانی ناسیونالیستی امروز رسیده. دکتر مهمش اینجاست که همون حق تعیین سرنوشت رو دارن هی میکنن تو سر مردم. شاید با نامش رو میذاره خواستای اولیه بشری، خواستای اولیه بشری. دقیقاً این حق تعیین سرنوشت برای مردم، خصوصا برای همیهنان آذری زبان ما یا کرد یا عرب زبان یا بلوچ، یکی از مواردیه که فکر میکنم مثلا با این شرایطی که اینا میگن حق تعیین سرنوشت، اینا حتما میتونن در آینده خودشون یک نقشی رو برای یک قسمتی داشته باشن که خیلی موفق میشن. اما یک مطلبی رو رزمی برگشت گفت، گفت احزابی که از اقوام و عشیره تشکیل میشه نمیتونه کاری بکنه. اونم حتما از دهنش پریده. اصولا اینجور آدم ها، آره دقیقا، کسی که میخواد چا بکنه خودش تهی چا میمونه است. وقتی یه همچی حرف میزنه، پس آی رزمی شما خودتون چجوری میخواید از آذری ها یک ملت بسازید و از ایران جداش بکنید؟ شما هم که خب مثل همونه شدید. که اینجاست که این جمله حق تعیین سرنوشت فقط برای فریبه یا تبعیض ستیز، برای فریب افکار عمومی و اونم ساده لوها، ساده انگارها، ساده اندیشان، یا مثلا کسانی که فکر میکنن همه چیز دان هستن، اونها رو میتونن فریب بدن، نه همه رو. ببخشید آقای دکتر. نه خواهش میکنم، سپاسگزارم. یک نشستیست که ما ستایی داریم این موارد رو تحلیل میکنیم، با همیهنان در میان میگذاریم و برداشت و اندیشه هر کدام از ما ستا ارزش و جایگاه خودشو داره و باید با همیهنان گرامی در میان گذاشته بشود. خب ببینید همیهنان گرامی، پوزش میخوام، بی ادبی نباشد. من از روی بخار معده با کسی ستیز نمی کنم. حالا من برای اینکه این دار دسته تجزیه طلبان تروریست پان ترک رو آچمز بکنم، که بارها هم در رستاخیز گفتم، من از دید زبانی با این پانتورکا هم زبان مادریمون یکیست و من از روی بخار معده با کسی دشمنی نمی کنم. هر کسی که سر ستیز با ملت ایران داشته باشه، میخواد چه تو جیبوتی و بورکینافاسو باشه یا تو جزایر سولومون باشه، دشمن منه، دشمن خانواده منه، دشمن هم‌استانی های منه و دشمن هممیهنان و همتباران و همزبانان منه. خب آقای کتابش رو من دارم، جمهوری آذربایجان، چگونگی شکل‌گیری و وضعیت کنونی آن، نویسنده محمد امین رسولزاده، مترجم تقی سلامزاده. اینو درسته خورده شاید وارونه نشون داده بشه، این رو من به شما نشون بدم. در ایران هم به چاپ رسیده، سال چاپش هم من به شما بگویم، در سال 1380 در ایران به چاپ رسیده است. این کتاب رو من دست کم دوبار خواندم. نویسندش همون کسیه که این مجری بیشرم و ایران ستیز، نمیخوام دیگه واژه دیگه رو به کار ببرم، یعنی داریوش کریمی جان. عرض کردم راحت باشید، هر چی میخواید بگید بگید. سپاسگزارم، پس مجوز و پروانه صادر شد. خب این مجری بی همه چیز که سر تا پای خودش و اون زن ایران ستیز تر از خودش روزیتا لطفی رو به MI6 یا MI6 فروخته، یک موجود وحشتناک پان آکفنده از ویروس، سر تا پاش آلوده به ویروس پانتورکیزم، یعنی محمد امین رسولزاده رو میگه که نامهای بزرگی مانند رسولزاده رو به یاد میارم. مردک
محمد امین رسولزاده دشمن ملت ایران بود، آرزوش تجزیه ایران بود. اصلا محمد امین رسولزاده شخصی است که باعث شد نام جعلی آذربایجان رو بیان بذارن رو چی؟ بیان بذارن روی اران. بعد شما میگی آدم درسته، حالا برخی میگن شاید دموکرات نبوده ولی حرکت محبوبی به راه انداخت و به هر حال یک سنتی که خواستای اولیه بشری رو نمایندگی میکنه از جمله حق تعیین سرنوشت، و منظورش اینه که اونجا تو منطقه ایشون دنبالش بود. خب شما فکر کردین دوره ناصرالدین سلطان قجره یا دوره نمیدونم فتلی میرزای 400 زنه سرسره بازه که پاشو پایین سرسره لنگاشو باز میکرد، این چند صد تا زن از بالا سر میخوردن میومدن میافتادن روش. فکر کردین اون دوره است؟ سده 21مه. ما جمله به جمله شما رو تحلیل میکنیم، دقیقه به دقیقه این مزخرفات و چرندیات شما رو تحلیل میکنیم و با همیانان در میان میگذاریم. شورش رو دیگه شما در آوردید. یک افراطی تندرو نجات ستیز که دشمن غیر ترک زبانان بود در اران با نام جعلی آذربایجان رو که فرار میکنه بعد میره به ترکیه، و خیلی جالبه یه آقا اینقدر تندرو بوده که از ترکیه هم پرتش میکنن بیرون. ببینید این دیگه چه جانوری بوده است. خب من حالا زمان نداریم، ما بخشای از این کتاب امیدوارم یک روز ما فقط یک برنامه‌ای بتونیم درست بکنیم پیرامون همین یه جرثومه‌ای مانند محمد امین رسولزاده. یک بخشیشو من یک جمله‌شو بگم که اینجا این جمله رو مترجم این یادداشت دبیر مجموعه است که اشاره میکنه، نه پیشگفتار مترجمه، بذارید من این رو درست بگم، بله یادداشت دبیر مجموعه است که اگه اشتباه نکنم کاوه بیات شهریور 1380 میگه. حتی خود رسولزاده در کتابش، همین کتاب، تصریح میکنه که تا پیش از این واقعه، یعنی واقعی که رسولزاده محمد امین رسولزاده ایران ستیز نام جعلی آذربایجان رو برای شمال رود ارس انتخاب بکنه، به تبریز و حوالی آن که در شمال غربی ایران واقع است اطلاق می شده. در همین کتاب آمده که این نام رو محمد امین رسولزاده جعل کرده، آقای داریوش کریمی مزدور MI6. و یک مطلبی هم من به شما بگم، جمهوری اسلامی چون به اصلوی مافیا ایران ستیز بر سر کار اومد، هیچ حرکتش ایران دوستانه و ایران خواهانه نیست، همیشه رفتاراش ایران ستیزانه بوده همیهنان گرامی. همیشه شما ببینید در طول تاریخ و همچنین اکنون که برآمده ریشاش در شاید 200 سال 300 سال 1000 سال بستگی به پیشینه اون مردم داره، نام کشورها قرار نیست به یک شکل باشه. یه نمونه بیارم، ما به ارمنی ها به کشور خودشون میگوین هایاستان، ما به کشور ارمنی ها میگوییم ارمنستان، گرجی ها به کشور ارمنی ها میگوین سمختی، و کشورهای دیگر به ارمنستان میگوین آرمنیا. ما به کشور گرجی ها میگوییم گرجستان، ارمنی ها به کشور گرجی ها میگوین وراستان، خود گرجی ها به کشور خودشان میگوین ساکارت ولو، روس ها بهشون میگن گروزیا، و به زبانهای دیگر بهشون جورجیا میگن. خب و خیلی جالبه، یه نمونه دیگه هم بیارم براتون جالبه، ما میگوییم یونان، ارمنی ها به یونان میگوین هوناستان، روس ها به یونان میگوین گرتسیا، دیگران میگوین گریس، گرجی ها به یونان میگوین سابرتسنتی، اصلا شباهتی هم نداره و بسیار هم سخته، سابرتسنتی. دولت جمهوری، اینها رو چرا گفتم که به شما بگم دولت اشغالگر جمهوری اسلامی عبری عربی اگه سر سوزنی شرف و وجدان ایرانی داشت که ندارد و اشغالگر است، نباید نام کشور اران رو با آذربایجان در متن‌ها و نوشته‌های ایران به کار می‌برد. باید نام اران رو می‌ذاشت روش، اران و شروان.
یا نام اران رو میذاشت. اینها همش ریشه تاریخی داره. و شما ببینید پروفسور اقرار علیوف که خونه نشینش کردن و از دید من کشتنش، پروفسور اقرار علیوف که از شهروندان جمهوری اران با نام جلی آذربایجان هم بود، تاریخ آتور پادکان، این کتابا رو به دست بیارید، چاپ ایران هم در ایران هم به چاپ رسیده، اینها رو بخونید هم میهنان، در سال 1378 هم چاپ شده. یک کتاب دیگه هم که اکنون دارم میگم از هراچ استفانیان، مقدمه‌ای بر پانتورکیست، این رو هم اگه تونست، کتابای زیادی هست در این زمینه، تاریخ اران، اگه نامش درست بگم تاریخ اران عنایت الله رضاست، اینو حتما تلاش کنید که به دست بیارید بخونید، کتاب بسیار خوبی است. بعد آقای رزمی اشاره میکند که ناسیونالیسم کردی ریشه مذهبی داره، شافعی هستن، قبل از اینکه در سده 19 ایده دولت ملت در میان ملت‌های منطقه رایج بشه، فلان و بهمان و طی 100 سال گذشته این گونه بوده، خیابانی دموکرات بود، همون آخوند یا ملا خیابانی رو میگه، آره خیلی دموکرات بود و حرکت خیابانی فرقه دموکرات بود. در تبریز فعالان مدنی دموکرات هستن، آره خیلی دموکراتن. خب به این زیاد زمان نداریم که بپردازیم. دکتر جان میگم شما چقدر اعتقاد دارید به این که این آقای داریوش کریمی شاید معنی واژگان یا کلمات رو نمیدونه، مقصر نباشه شاید، کدبان گستاخی نباشه، این کسی که از شما بهتر میدونید، این مزدورا رو بهتر از من میشناسید، کسی که من خودش و زنش آموزش دیده MI6 یا MI6 هستن و تو بخش آگهی یا تبلیغاتی MI6 دارن، یعنی بنگاه سخن پراکنی آیت الله بی بی سی کار میکنن، از دید شما نمیداند، شاید معنیش واقعا نمیفهمه. خب به گفته زبان مادری من بیل میر نمندی میبی احتمال داره. خب و به قول گفتنی ببینید این راسیسم پانکردی که بار من صد بار گفتم، هزار بار دیگه هم نیاز باشه میگم، که پس از صدام حسین تکریتی پان عرب ایران ستیز که 180 هزار ایرانی تبار کرد در عراق رو از زن و مرد و پیر و جوان و کودک و شیرخواره رو کشت، در برخی جاها ایرانیان ایرانی تباران کرد در عراق رو زنده به گور میکردن که اسنادش موجوده، پس از صدام حسین بیشترین کرد کشی به دست همین گروه های تروریستی یا حزب‌های تروریستی راسیستی پانکردی انجام شده است. و مسئله آقای رزمی، مسئله مذهبی دیگه در قالب مذهبی نیست، این شوونیست‌ها یا راسیست‌های پانکرد امروز اشتهاشون هم باز شده، چون دیگه موساد آشکارا پشتشونه و CIA در خیلی جاهای 4 جا لگد بهشون میزنه، 4 جا ازشون پشتیبانی میکنه، اینها اومدن نقشه‌شون رو توسعه دادن طبق اون دستوری که موساد داده، چون پیش از این نقشه کوچیک بود، الان یه سرشو کردن توی دریای سپید یا دریای ماد یا دریای مدیترانه و یه سرشو آوردن در خوریگ یا خلیج پارس، و هممیهنان لور ما رو هم جز کردستان بزرگ در نظر میگیرن و در بسیاری از برنامه‌های این، ببینید اینها یک سیاستی دارن، بخشی از این حزب‌های پانکردی که دشمن هممیهنان کرد ما هستند، در سیاست رسمیشون کمی خودشون رو آرایش و بزک میکنن، ولی یک سری زیرمجموعه‌ای دارن، زیرمجموعه سایبری دارن، افرادی که با این حزب‌ها در پیوند هستن یا هموند یا اندام یا عضو این حزب‌ها هستن، اینا به شکل نقاب مستقل بودن به خودشون میزنن، اما میان در برابر دوربین میشینن و هممیهنان آذری ما رو به نجات کشی کردن تهدید میکنن، از آن سو هم همین دار و دسته پانترک ها میآیند میشینن.